تحصن خانواده قربانیان سنی های تونروی داعش در پاکستان ادامه دارد. به گزارش شیعه ویوز، خانواده قربانیان حمله اخیر داعش به معدنچیان ایالت بلوچستان پاکستان به رغم تلاش مقامات ارشد این کشور برای دلجویی از آنان و قول پیگیری جدی این حمله تروریستی حاضر به پایان تحصن نشده و شرط اصلی خود را دیدار و گفتگو با نخست وزیر پاکستان و اقدام فوری برای مجازات تروریست‌ها اعلام کردند. وزیر کشور پاکستان شامگاه دوشنبه به دستور عمران خان نخست وزیر این کشور به شهر کویت سفر کرد و به همراه نایب رئیس مجلس ملی پاکستان با حضور در محل تحصن بیش از 25 هزار معترض و اعضای خانواده قربانیان معدنچیان شیعه برای متقاعد کردن معترضان به پایان دادن اعتراض تلاش کردند. هزاران نفر از معترضان که اغلب از میان جامعه شیعیان هزاره هستند طی سه شب گذشته در شهر کویت ضمن خودداری از خاکسپاری پیکر قربانیان به تحصن تا رسیدن به اهداف خود دست زدند. آنان خواستار اقدام فوری حکومت و نیروهای امنیتی علیه مسببان این حادثه و شناسایی و بازداشت همدستان و دیگر عناصر افراطی در ایالت بلوچستان هستند. منابع خبری پاکستان به نقل از شیخ رشید احمد وزیر کشور اعلام کردند که دولت تصمیم دارد یک کمیسیون ویژه قضایی برای پیگیری حمله تروریستی به معدنچیان و تسریع فرایند شناسایی عاملان این جنایت را راه اندازی کند. با این حال معترضان به ویژه خانواده قربانیان این خواسته را ناکافی دانسته و خواستار سفر نخست وزیر پاکستان به کویت و حضور در میان معترضان شدند. فعالان احزاب شیعه در کویت پاکستان تاکید کردند عمران خان باید با حضور در جمع معترضان به وضعیت فعلی رسیدگی کند. در غیر این صورت ممکن است موج جدید حملات تروریستی به دیگر مناطق بلوچستان سرایت کند. سنی های تونروی داعش مسئولیت حمله یک شنبه به گروهی از معدنچیان در ایالت بلوچستان و پاکستان را که منجر به شهادت 11 نفر از شیعیان شد بر عهده گرفتند.